منابع میگویند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دیدارش با رئیس جمهور غنی در نیویورک گشودن دفتر سیاسی طالبان را در دوحه یک ابتکار ناکام در گفتگوهای صلح دانسته است. در این میان شورای عالی صلح میپذیرد که گشایش این دفتر در پیشرفت روند صلح سودی نداشته است. نظر داده که چه موږ سوله په اولویت کې نیسو، معنا دا ده چې هر دروازه باید د سولې لپاره چې موږ سولې ته رسیږو هغه باید خلاصه. به گفته این منابع، رئیس جمهور غنی در پاسخ به این خواست گفته است که طرح بستن دفتر سیاسی طالبان در دوحه باید بیشتر بررسی شود. در این میان برخی از مقامهای حکومت افغانستان حضور غیر رسمی 36 نماینده طالبان را در دوحه گونه از مشروعیت دادن سیاسی به این گروه می دانند. د قطر د دفتر بسته کېدل او خلاصېدل دا د افغانستان لپاره بې فرقه. دغه وخت چې خلاصېدی هم د افغانستان د حکومت په موافقه سوی نه دي، امریکایانو خلاص کړي. دوی په خپل اختیار او په خپل هغه کې نه دي، نو دا چې نه دي باید هغه دفتر او یا هغه چې ورکوي باید هغه په دین قطه شي. نور در این میان نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان در نشست شورای امنیت این سازمان درباره صلح افغانستان چنین میگوید: صادقانه بگویم که تلاش های چند سال اخیر به پیشرفت اندک انجامیده است. با این همه ما گواه تلاش های تازه برای گفتگوهای سیاسی برای صلح هستیم. دفتر سیاسی طالبان در قطر 6 سال پیش در زمان حکومت حامد کرزی از بهر برقراری تماس با گروه طالبان و انجام گفتگوهای صلح گشوده شد. سخنگوی طالبان میگوید که از طرح بسته شدن این دفتر آگاهی ندارند، اما تاکید می‌ورزد که اگر این دفتر در دوحه بسته شود راه‌های بدیلی دارند که در پیش خواهند گرفت. بسته شدن دفتر سیاسی طالبان در دوحه نیاز به درخواست رسمی حکومت افغانستان دارد، اما تصمیم نهایی در این باره را حکومت قطر خواهد گرفت.